درود به همگی گایز، به کانال پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. سلام تایتل خونی، چه مهمونی داریم ویژه. من ربکا قادری، چطوری؟ سلام، برعکس یوتیوب پوتک خوش اومدید به یک ویدیو خیلی جنجالی. یکی اینکه خیلی خوش اومدی، باعث افتخارم اومدی تو ویدیو. ممنونم، مرسی. و اینکه بچه‌ها رپ بتل داریم دیگه. ما اولین رپ بتلمون رو خیلی سال‌ها پیش، یعنی از 3 سال پیش یا 2 سال پیش، باید تصمیم گرفتم یه رپ بتل دیگه بریم. قراره بتل کنیم ما رو دیگه، مگه نه؟ اوه. منو وارد چه چالشایی می‌کنی؟ بله. رپر نبودی تا حالا، تو این ویدیو رپر می‌شی. اصلاً، یعنی واقعاً نه خواننده بودم، نه رپر، نه دیگه چی بگم، صدامم رپری. ولی اوکی، چالش واقعی. نه میتر کنی بچه ها. کانال ربکا این پایینه دیگه، میشناسین چنلشو، ولی حتما حمایت کنید. یه ویدیو داریم همزمان، اونم که ترنر طولفه با مجازه، لینکشو میذارم این پایین، حتما حمایت کنید، لایک کنید تا سابتون رو. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. قبل از که بریم رانده اول، یکی اینکه تو باید شروع کنی. اوکی بچه ها، یه چیزی بهتون بگم، این دیساف دل بداهه نیست، قرار بوده همو دیس کنیم. اون خودش نوشته، منم خودم نوشتم، ولی یه حالت این شکلی داره که هر کی وقت گذاشته نوشته، یعنی فکر نکنید ما قرار فل بداهه به هم دیگه گیر. قبل از که بریم رانده اول، من چند تا سوال ازت میپرسم. اوکی سوال اصلا ربطی به رپ نداره. تو اینستاگرام خیلی فعالی، خیلی خوبم فعالی، خودم میبینم مثلا هر روز یا دو روز سه روز پست میذاری، هم دمت گرم. سوال یکم بستگی به کاری که میکنی، برند مورد علاقه چیه؟ بالنسیاگا. دومیش هم میتونی بگی؟ دومیش پرادا. گرون‌ترینا رو. اوکی. آهنگی رو داری تو پلی لیستت که همیشه گوشش بدی؟ از هر سبک، حتی خارجی؟ آره. آهنگ سیاوش خمشی. سیاوش خمشی. آهنگ سیاوش خمشی، پرنده مهاجر رو همیشه گوش میدم. بیشتر موزیکای پارتی گوش میدی یا غمگین؟ غمگین. خیلی آهنگ پارتی گوش نمیدم. من یعنی که بری مهمونی دیگه بذارن گوش. آفرین، دقیقاً. اوکی. ببین، کسی که آرزوت باهاش کار کنی، اصلا ربطی به حوزه موسیقی چی نداره، تو چیزی که خود علاقه مندی. مثال بزنم، مثلا تو عکسای مدلی میذاری، دوست داری یه روزی، مثال میذارم، مدل برند گوچی شی یا هر چیز دیگه، کسی که دوستش داری و آرزوت یه روزی باهاش کار کنی. 100% دو تا برندی که بهت گفتم خیلی دوست دارم باهاشون کار کنم، با برندهای مطرح دنیا خیلی دوست دارم کار کنم. امکان داره بزنی بیرون از کشور واسه پیشرفته بیشتر؟ من الان کشور که بیرون زدم خیلی وقته. اه واقعا؟ نه منظورم ترکیه است. آره 100%، اصلا هدفم اینجا موندن نیست. ای بابا، ان شاءالله که موفق باشی. زندگی زیباست؟ بعضی وقتا زیباست، بعضی وقتا هم نیست دیگه. همیشه زیبا نیست. سوال آخرم. ببین، این سوال از همین می‌پرسم. تو سه نفر هستن، نمی‌شناسیشون. اوکی. هیچ وقت ندیدیشون. اصلاً نمی‌دونی کیان. خدا میاد پایین میگه ربکا، اگه خدای نکره تو بمیری، اون سه نفر نجات پیدا می‌کنن. ولی اگه تو زنده باشی، اون سه نفر می‌میرن. همین الان. ولی تو اون سه نفر رو نمی‌شناسی، نمی‌دونی کیان. یکیشون اصلاً تو آفریقاست، یکیشون تو آنگولاست، یکیشون تو چه می‌دونم برزیل. هیچ وقت هم نمی‌فهمی کیه. واسه اینکه کمکت کنم راحت‌تر به این سوال جواب بدی، 95% از افرادی که سوال پرسیدن همه گفتن اون سه نفر بمیرن. منم همینو میگم. آی نه، ببین، اگه کسی بود که صادق دارم میگم دیگه، اگه کسی بود که میشناختم مثلا سه تا آدم مهمو میگفتم، میگفتم بمیرم، ولی من آخه نمیشناسم. آره نمیشناسی. نه واقعا منم جزء اون 95% حساب کنم. عالی. اوکی ربطه، نوبت توی بزن. اوه ببین برای چیا آماده کردم. بچه ها، آهنگسازی این کار با وای جی بوده، با وای جی. برو ببینم تو اول چی ما رو زدی. اوکی، ما بس بیتو میذاریم ببینیم که چه میکنی. پلی کن. وای خبره بچه ها، پارشم مطمئنم. خیلی چالش عجیب غریبی رو انتخاب کردیم. وای استرس گرفتم. برو. هلو شما لشینو ولو، واسه هر عکاسی دو کا پیش میدن جلو. تیپمو تو جوسی پات نایک، امشبو میکنم برا سویساید نایت. کلی موزیک داری بگو کوهی تات باید، عکسم میخوره بیشترم موزیکات لایک. آی ده آی وای نقطه ضعف زنه. ببین صدات خیلی خوبه. اصلا واقعا من واقعا فکر کنم صدا، یعنی نه خودم هیچ وقت خواننده دونستم من که بخوام وارد این هیته بشم، ولی خب چالش ها رو دوست دارم، شرکت میکنم. بچه‌ها میدونن خیلی با استعدادی، توپقم نزدی پرام ریخ. خب تو چی آماده کردی؟ انا صدیق بوی بچه ها، تو اینو اینجوری زدی بعدی رو میخوای بکشی ما رو. بعدی رو نگم برات. نوبت منه، آماده ای؟ ببینم چی کار میکنی. ببین آروم پیش داری، بعدی رو آروم پیش نمیرم. آماده ای؟ آماده. آشان بریم. حاجی غیر قابل فهمه چنین وضعی، ماها رب کنی شما یه جین خزی،
غیر از اینم چیزی بگین رزری الله الله عکسات میخوره بیشترم موزیکام لایک ایتس اوکی باشه پام لایک بچه پایین درد و بغلم پول لایکاتو نخور اینجا مردم حولم اینجوریه دیگه اوکی خوب زد یا اینجا پس مردم حولن اوکی نه عجب نامردیه جمع نبستن ببین پس دیدی نمیخوای آروم بری جلو اینجا رو ببین چی کار میکنه من وایسا یه دقیقه وایسا خیلی قشنگ نوشته بودی اولیه رو اینکه گفتی موزیکات هیتو خیلی حال کردم یعنی هیت ببین ولی چون دومیه رو آروم نیومدی جلو اینو بد میزنم دیگه واقعا برو بریم چجوری میزنی پلی کنیم اوکی بریم براش آقا پلی کنیم راند دو با هر کسی بگی شدم امسال لینک تنم پر برند استایل پینک $200,000 معذرت چه خبر از استارلینک عددی نیستی نیستی کلت نگاه جلو فنا چطور ریزت میکنم من رپ کنیستم تو هم همینطور توی یوتیوبر رو ببین چه تو دیستت میکنم آقا بلکم آقا ما باختیم خدافز این چی وای میدونی چه نقطه ای رو زدی؟ اونطوری که اون از جاش بلند شد مشخص بود کدوم نقطه ای رو زده دقیقا زد وسط نقطه جی پوریا پوتک بدترین نقطه من رو زدی ببین یه نقطه ای رو زدم که نقطه اصلی بود ببین یه نقطه ای رو زدی که دیگه نمیتونم بعدی رو برم واقعا یه نقطه ای رو زدم که ببین یعنی نقطه اصلی بهت گفتم آروم نگیری آروم نمیگه گیریم بد زد وای یه چیزی رو اصلا در نظر بگیرید ایشون رپر نیستن اصلا خواننده نیستن آره بچه واقعا اینو در نظر بگیرید ادعایی هم تو این زمینه نداری آره اول ویدیو هم خودش قشنگ ما توضیح داد چیکار می‌خوای بکنی پوریا ببینم چیکار می‌خوای بکنی ببین من واقعا دیگه نمی‌تونم بخونم من نگران دیسایی هستم که بعد به من میشه الان تو منو زد وای خیلی نه اوکی بچه‌ها میدونن چالشه وای اوکی بریم بعدی راند دو جواب من به ربکا بچه پیروزی اینجا پر رو تو منم اگه الان یوتیوبری چون که الگو تو منم منو هیت میدن چون میدونن ویو رو منه به پا فنام نزنن تتوه پیو رو تنه اگه اینستا نبود شما اون منشیه میشید که معلوم می کارش به کل چیه پیشی گوچی پرادا فندی نه تش مدل یه برند ترکیه ایشی آقا خیلی نامردی صفر زدی اوکی پس تهش مدل یه برند اوکی پس خودت خواستی نه بچه صد درصد این فکت نیست بچه یه چیزی هم بگم کلا اینا همه شوخیه چیزی که آره واقعا آره خدایی همه چالش و شوخیه دیگه ما خودمون نشستیم داریم میخندیم میخواهشن کسی جب الان کی نبود یه بازی و یه چالش و دیگه ولی ببین نامردی کردی الان نامردی میکنم اون دومین دیسی که دادی جدی میگم اون بازی رو اصلا خودم دیس مورد علاقم دومیه بود ببین اون دومی بازی رو تموم کردی من مطمئنم الان کامنت ها همه مینویسن ولی خیلی باحاله دیگه من چون میگم خودم هم اصلا کاره نیستم واسم چالش باحالی بود قبل از اینکه تو بری سومی رو بزنی ما رو بهتر کنی من با همین دوتا ترکیدم دیگه ادعایی ندارم خب چند تا سوال ازت میپرسم یه ذره عرب میای بیرون چند تا دوباره بعد برو سومی رو بزن منو بهتر خدا هست آره 100% هست من خیلی حضورش رو حس کردم واقعا دارم یه جمله که دوستش داری تو ذهنت هست به ما بگی یه جمله‌ای که مثلا خیلی دوستش داری بعضی وقتا به خودت میگی هر چی اصلا لازم نیست ببین یه جمله که دوستش دارم نیست یه جمله‌ای که خیلی بهش رسیدم اینه که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست مرسی آیا مهاجرت رو 100% حالا یه دختری هستی که دختراست خیلی زیاد دنبال می‌کنه اینو مطمئن پسرا هم که قطعا خیلی اندی ولی اگه بخوای دخترا بیشتر آره دخترا خیلی نگاه می‌کنن مثلا دخترا میان نگاه هم استایل تو هم عکسات تو همه چی تو نگاه می‌کنن آیا اصلا مهاجرت رو بهشون توصیه می‌کنی یا اصلا آیا این کاری که تو می‌کنی چون می‌خواستم باهات ویدیو بگیرم یه سری از کامنتاتو می‌خوندم کامنتات که ماشاءالله واقعا خوبه نسبت به کامیونیتی بد اینستاگرام کامنتات خوب ولی کامنت هیت هم همه داریم دیگه هست کاملا طبیعی 100% اینکه همیشگیه ببین مثلا یه نفر نوشته بود کار خاصی نمی‌کنه دیگه لباس می‌پوشه میاد عکس می‌گیره آیا واقعا به خودم این کامنتا رو زیاد خوندم آره مثلا من خودم یوتیوب مثلا یوتیوب شروع کردم همه میگفتن که کاری نمی‌کنید میشینه پشت ویدیو داره پول در میاره ولی مثلا هیچکی نمی‌بینه 8 ساعت دهنم سرویس میشه میخوام بدونم تو هم چه جوابی داری واسه این آدمای آیا واقعا کار خاصی نمی‌کنی آیا نه کار ببین من کلا جواب هیچ وقت به این آدما نمیدم تو زندگیم چون سعی می‌کنم کارامو انجام بدم پیشرفتمو بکنم و خودشون می‌بینن به نظر من آدم بی‌حاشیه‌ای چیزی که دارن بقیه می‌بینن نیازی به جواب من نداره میدونی یعنی حالا هر چقدر منو زیر سوال ببرن یا بگن این
هیچ کاری نمیکنه، اون هیچ کاری نمیکنه. به نظرم به جای اینکه هی بگیم این کاری نمیکنه، اون کاری نمیکنه، خودمون یه کاری باید بکنیم همیشه. خودمون باید یه حرکتی تو زندگیمون بزنیم و انقدر هی نگیم چرا این اینجوریه، اون اونجوریه، و بیشتر اون وقت و فکرمون رو واسه خودمون بذاریم نه برای بقیه. به نظرم اینجوری هم آدم خیلی پیشرفت میکنه، هم کلا خیلی خفن تر، هم مغز خودت همیشه آرومه. چون کسایی که خیلی درگیر دیگرانن خودشون هیچ وقت به نظر من آرامش ندارن. مرسی. آیا دوست داری به دوران کودکیت برگردی؟ آره خیلی دوست دارم، خیلی دوران خوبی داشتم. خیلی دوست دارم. مهاجرت رو توصیه میکنی به همسن و سال؟ آره، من موقعی که مهاجرت کردم خیلی تو کارم پیشرفت کردم. آره واقعا توصیه میکنم. چند سالته دقیقاً؟ البته از دختر هستش. من 77م، میشه 25 سال. امکان داره در آینده فیلمم بازی کنی؟ نمیتونم بگم نه یا آره، ولی شاید بکنم، شاید هیچ وقت نکنم. میدونی آدم هیچ وقت نمیتونه از فردای خودش. فردا اگه من رپ خوندم. اوکی راست میگی، راست میگی. مثلا امروز اومدی رپ خوندی دیگه. این بعدیو در حق مردم نمیکنم، هیچ وقت خواننده نمیشم، نگران نباشی. سه تا سوال کاملا شخصی دارم، میتونی رد کنی. دایرکت اینستا گرفتی از کسی که پرات بریزه؟ آره. خب اسمشو میخوایم بدونیم؟ میتونم نگم دیگه؟ آره 100%. اصلا میتونی بگی رد. رد یعنی میریم سوال بعد. آه رد، من فقط بگم که آره رد. آه میتونی. نمیخوام اسم بیارم. یا اوکی شاید هم کار درستی نبود. راست میگی، مثلا ما منظورت میفهمم. اوکی ببین، سلبریتی یا نزدیک دیدی کلا؟ تو مثلا چه میدونم، تو ترکیه میری مهمونی پارتی، حتما جای خفن بالی میری. مثلا میری آدمایی اومدن از نزدیک معروف که برای اولین بار ببینیشون، کلا نظرت راجع بهش اون عوض شد؟ خیلی آره دیدم واقعا. یه سال بیشتر دختر بودن یا پسر؟ نظرم برابره. آه برابره. ولی خب خیلی مثلا آدم به هر حال، آدم اون چیزی که تو تصویر میبینه، آدم همیشه واسه خودش یه تصویر سازی تو ذهنش میکنه که این آدم شخصیتش اینجوریه اونجوریه، و وقتی از نزدیک میبینی یا خیلی اصلا آدم میمونه از این شخصیت افتضاح، یا خیلی آدم برعکسه میمونه از این شخصیت خفن. یعنی همیشه تصورات من بعد از دیدن آدمو به هم. تو خودت تو برخورد اول همینا میگن رو عکس قضاوت نکنی. تو برخورد اول خاکی یا نه یه ذره مثلا؟ من کلا مدل این مدل، یعنی بچه‌ها من میدونم، من کلا به فنام نمیگم فن، میگم رفیقام. ایول رفیقای من میدونن من چه مدلیام. مدلم این مدلی نیست دیگه، همین جوری هم همیشه. تو تایپ شخصیتیم نیست مثلا خیلی جدی باشم، همیشه کولم و خاکیام و این مدلیام. دیگه ثابت شده بچه‌ها من رو میشناسن. آره. من با دو ورسی که واسم خوندی که راضی ام، ولی سومیرم بخون دیگه. ببین سرم بخونیم دیگه، تموم کنیم بازی رو. بازی تموم شده، سرم بخون. اوکی اینو بذارید، برو ببینم چه میکنی. وای بچه دومی خیلی بده. مدلم آره مات مات مازل، شاخ نشی یکی بشه باز لازم، اصلا مدل هر جا ولی داستانه کوله، نه مثل تو هر کی از بات بات پوله. تو واقعا رپر نشو، خطرناکی. تو واقعا رپر نشو. همین از این رپرا میشم که همه رو تیس میکنن با همه بدن. آقا تمام، پوتک شکست رو قبول میکنه، تموم شده. نه بابا دمت هم گرم. اون که چالش خدایی، واقعا اصلا هیچ چیز جدی توش نیست، ولی خیلی باحال. ولی خیلی خوب بودی، جدی میگم، فکر نمیکردم اینجوری باشی. خیلی خوب بودی، ولی تو خوب زدی یا حواسم هست. امیدوارم که تو زندگیت موفق باشی، همینجوری بری. تا همینطور، خیلی خوشحال شدم. مرسی که اومدی، قربونت برم. بچه‌ها دوباره میگم یادتون نره، یه ویدیو همزمان داریم با ربکا تو چنل ربکا، چنلش این زیر هست. مرسی. اگه حرفی دارید آخرین حرف بگو، اگر نداری که تمام کنیم. بچهای پوتک دمتون گرم، مرسی ویدیو رو دیدیم، ستونیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای امید میسپاریم. ببین میتونی با ساین منو با من بری؟ دست میاری چه جوری ساین تو؟ یه بار بگو. دست راستت بیار بالا، من دونه دونه واسات توصیم. خب ببین، من فقط جملاتی که میگم و تو هم بگو. اول از همه پولدار شید. اول از همه پولدار شید. و بعد سلامت باشید. سلامت باشید. حالا دست راست تو اینجوری بکش، اینجوری بیار بالا دوباره. مرسی. بالا نگرد. وای نگرفتی، بالا نگرد. حالا این انگشت تو اینجوری کن، این دو اون یکی دست. آفرین. یه بوس کن رو لبت، یه دونه اینجوری کن. حالا اینجوری کن، بیار بالا رو صورتت. چه کارایی میکنی؟ بیار بالا. اخ کن زیرش، اخ کن، میاری پایین، نخند. حالا بکش پایین، نخند. 3 ثانیه بشمار تو دلت. یکیش پایین بخند. خب اینو بیار پایین بخند.